دوستان عزیز سلام، به کانال طبیعت درمانی خوش آمدید. امروز میخواییم در رابطه با راز لاغری با قهوه سبز با شما صحبت کنیم. اگر مشتاقید که بدانید چگونه میتوان با مصرف قهوه سبز لاغر شد، تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و همچنین لایک و سابسکرایب کردن کانال را فراموش نکنید. دانه های قهوه به صورت عادی و طبیعی سبز رنگ هستند، اما معمولا قبل از اینکه فروخته شوند تفت داده میشوند و گرما میبینند و به شکل قهوه های رنگارنگ در میآیند. قهوه سبز به دلیل داشتن کافئین و اسید کلوژنیک میتواند با کم کردن اشتها و افزایش متابولیسم به لاغری افراد کمک کند. در این ویدیو در رابطه با قهوه سبز و لاغری بیشتر صحبت میکنیم. قهوه سبز نسبت به قهوه معمولی از کافئین کمتری تشکیل شده است و حدود 20% قهوه معمولی کافئین دارد. در نتیجه بسیاری از عوارض ناشی از کافئین در آن کمتر میباشد و در عوض دارای مقدار فراوانی کلوژنیک اسید نیز میباشد. سوال این است که آیا قهوه سبز باعث لاغری میشود؟ از مدت ها پیش مشخص شده که مصرف کافئین باعث سوزاندن چربی های ذخیره شده می شود. البته به شرطی که کمی بعد از مصرف آن تحرک بدنی مناسبی داشته باشید. این ماده همچنین به تحریک جزئی متابولیسم بدن نیز کمک می کند. یعنی اینکه به بدن کمک می کند تا کالری بیشتری بسوزاند. البته این میزان چندان بالا نیست. نتیجه پژوهش های اخیر نشان می دهد که اسید کلوژنیک تاثیر کم و بیش مشابه دارد. امروز کارخانجات داروسازی استول نام تجاری اسید کلوژنیک را یک عصاری بدون کافئین سبز است که در ترکیب مکمل های لاغری گنجانده اند. عوارض جانبی مصرف قهوه سبز برای لاغری. این نوع قهوه نسبت به قهوه معمولی کافئین کمتری دارد. بنابراین عوارض جانبی ناشی از مصرف کافئین با مصرف قهوه سبز کمتر می شود. با این حال ممکن است در افرادی که نسبت به کافئین حساس هستند عوارضی را ایجاد کنند. مثلا ممکن است باعث افزایش ضربان قلب شده و به طور جزئی فشار خون را افزایش دهد. البته حساسیت افراد در مقابل با این ماده متفاوت است و سرعت دفع آن از بدن نیز در افراد مختلف با سرعت متفاوت انجام می شود. یا ممکن است باعث ایجاد مشکلات گوارشی و استرس و بیقراری و تکرر ادرار در افراد شود. همچنین افزایش اختلالات خوابی که دیگر از عوارض مصرف قهوه سبز در افراد حساس به کافئین می باشد. بنابراین اگر دچار مشکلاتی نظیر دیابت، فشار خون بالا و اختلالات خواب یا گوارشی هستید، حتما قبل از مصرف قهوه سبز یا مکمل آن با پزشک خود مشورت کنید. آیا قهوه معمولی لاغر کننده تر از قهوه سبز است؟ همونطور که ذکر شد، علت اصلی اثرات کاهش وزن قهوه معمولی محتوی کافئین آن میباشد که مطالعات نشان میدهد که قهوه های بدون کافئین اثری بر تناسب اندام لاغری ندارند، زیرا این کافئین است که مانع از ذخیره چربی ها میشود. سطح انرژی در دسترس بدن را افزایش میدهد و نیز باعث افزایش متابولیسم و سوخت و ساز در بدن میگردد و تمام این موارد در کنار هم علت اثرات چربی سوزی قهوه معمولی میباشد. اما قهوه سبز 20% از کل کافئین موجود در قهوه معمولی را دارا می‌باشد و در نتیجه نمی‌تواند به اندازه قهوه معمولی برای فرآیند چربی سوزی مؤثر باشد. در سالهای اخیر بررسی‌های متعددی در خصوص تاثیر قهوه سبز بدون کافئین یا با کافئین روی افراد دارای اضافه وزن یا چاقی مفرط انجام شده است. اینکه می‌توان این نوع قهوه را معجزه لاغری دانست جای کمی تأمل دارد. نتیجه یک بررسی اخیر نشان می‌دهد که قهوه سبز روی عده کمی از شرکت کننده‌ها تأثیر جزئی داشته. قهوه سبز را چگونه برای کاهش وزن مصرف کنیم؟ قهوه سبز به صورت دانه های قهوه معمولی به فروش می رسد که می توانید خریداری کرد و استفاده کنید. به ازای هر فنجان می توانید یک قاشق چای خوری سرپر قهوه سبز را به همراه یک لیوان آب جوش در قهوه جوش ریخته و اجازه دهید که به جوش بیاید و دم بکشد. مدت زمان 15 دقیقه برای تهیه قهوه سبز کافی است. بعد از آن لازم است که از یک صافی رد کنید و کاملا رقیق و یک دست شود. باید بدانید که طعم این نوع قهوه هیچ ربطی به طعم قهوه معمولی ندارد. میزان مصرف قهوه سبز به روزانه به 2 فنجان محدود کنید و در کنار آن از دیگر مواد غذایی یا نوشیدنی های حاوی کافئین استفاده نکنید. انواع مکمل های این قهوه هم به صورت کپسول و قرص حاوی عصاری قهوه سبز نیز به فروش میرسد. اینو مکمل ها را باید با مکمل های لاغری دیگر مصرف نکنید. همچنین باید داشته باشید قبل از شروع مصرف هر نوع مکملی اول نظر یک پزشک متخصص یا مشاور تغذیه را جویا شوید. همانطور که اشاره شد، در کنار اثرات مفیدی که قهوه سبز دارد، باید به این نکته مهم توجه کنید که در صورت مصرف زیاد قهوه سبز ممکن است دچار عوارض جانبی شوید که از آن جمله می توان استرس، تپش قلب و مشکلاتی از این دست را نام برد. همچنین اگر شما به کافئین حساسیت دارید، در مورد مصرف عصاری قهوه سبز باید احتیاط کنید. کلوژنیک اسید ممکن است اثرات لاکزیتو داشته باشد و سبب اسهال شود.
در کلام آخر این که در عالم واقعیت هیچ نسخه سحرآمیزی برای لاغری بجز کاهش دریافت کالری و افزایش مصرف آن از طریق افزایش فعالیت و تحرک وجود ندارد. تمامی گزینه‌های دیگر در کنار این دو عامل اصلی به عنوان یک تأثیر جانبی و کمکی ایفای نقش می‌کنند که تأثیر واقعی آنها زمانی آشکار می‌شود که اصول کاهش وزن و پیگیری رژیم غذایی را دنبال کرده باشید. با تشکر از شما دوستان و همراهان عزیز که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. امیدواریم که مطالب گفته شده در این ویدیو برای شما مؤثر واقع شود. تا درود دیگر، بدرود.